ناوگان کهنه هواپیماهای مسافربری. گورستانی که بر اساس آمار پراکنده جمع‌آوری شده دست کم محل دفن بیش از صدها فروند هواپیماهای کوچک و بزرگ مسافربری از انواع ایرباس، بوئینگ، فوکر و فالکون در گوشه و کنار کشوره. بحرانی در سیستم ترابری هوایی که زیر فشار رو به افزایش سیاست فشار حداکثری ایالات متحده گره کوری شده که فقط با اضافه شدن دست کم صدها فروند انواع هواپیماهای مناسب قابل حله. راهکاری که سد بزرگ تحریم‌های واشنگتن به دنبال افزایش تنش‌ها با تهران مقابلشه. در همین حال وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از اضافه شدن 3 فروند ایرباس جدید به ناوگان خسته هواپیمایی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داده. هواپیماهایی ساخت بزرگترین ابرشرکت بین‌المللی اروپا. جمهوری اسلامی منبع تامین این 3 فروند هواپیما و جزئیات اینکه از کجا میان رو نکرده. از اونجا که تحویل حتی یک فروند از این دست هواپیماها مستلزم عقد قرارداد و پروسه پیش پرداخت و ساخت اون زمان بره، کارشناسان این حوزه معتقدند این 3 فروند هواپیما قطعاً دست دوم یا چندم هستند. در خبر دیگه فرزانه شرف بافی، مدیر عامل هواپیمایی کیش ایر هم از ورود 3 فروند هواپیمای امبرائر برزیلی به ناوگان این ایرلاین خبر داده. قراردادی با کل خدمه که با یه شرکت آسیایی منعقد شده. پرسش اینجاست، کدوم کشور یا شرکت بین المللی با چنین توانی قادر به انجام چنین معامله‌ای زیر گوش تحریم‌های آمریکاست؟ اونم در شرایطی سیستم ناوبری هواپیمایی ایران به اضافه تمامی خدمات و قطعات یدکی این صنعت یکی از اقلامیه که به شدت زیر ضربین خزانه‌داری آمریکا قرار داره. تا یه دوران کوتاه پس از برجام، تهران موفق به امضای تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید صدها هواپیمای مسافربری شد. بیش از 173 فروند ایرباس و 120 فروند بوئینگ برای نوسازی شرکت‌های مختلفی چون ایران ایر، زاگروس، آسمان و قشم ایر. تعداد کمی از این هواپیماها تحویل ایران شد، اما مابقی خورد به تصمیم ترامپ و مرگ برجام. تحویل این مدل ها میتونه صنعت هوانوردی تجاری ایران رو متحول کنه. چه معامله وعده داده شده ی محمد اسلامی صورت بگیره و چه نگیره، 3 فروند هواپیما به مثابه قطره آبی در صحرای خشک که دردی از ترابری نیمه فلج هوایی کشور رو نمیتونه دوا کنه. ناوگانی که دست کم 500 فروند هواپیمای تازه نفس احتیاج داره تا نیاز داخلی و بین المللی کشور رو تامین کنه. بتی یوسفی، اتاق خبر.